فراگیری لسانینگسی شما را یک گام دیگر با موفقیتتان نزدیکتر می سازد. سلام دوستای عزیز، شما را خوش آمدید میگم. من جواد نوری از مرکز آموزشی رای سعادت در خدمت شما دوستان قرار دارم. خب نظر به تقاضای شما دوستان، قسمی که در هفته قبلی گفته بودیم شما خودتان میتونین کامنت کنین. نظر به تقاضای شما دوستان این هفته یک مورد و نکته بسیار مهم دیگری که عبارت از ای است که چگونگی بیان وقت در لسان انگلیسی میباشد را خدمت شما تهیه نمودیم. امیدوار است تا که مورد پسند شما قرار بگیره و ما را همراهی کنین. Welcome back guys. خوب شما رو دوباره خوش آمدید میگم دوستان عزیز. قسمی که پیشتر گفتم درس امروزی ما درباره how to express time in English. چگونه میتونیم ساعت رو در زبان انگلیسی بیان کنیم. خوب زمانی که در ابتدا میخوایم ساعت بپرسیم. چند بجه است؟ What time is it? What time is it? ساعت چند بجه است؟ یا به طریق دوم، به طریقای بسیار زیاد وجود داره. به طریق دوم مثلا میگیم What's the time? What's the time? ساعت چند بجه است؟ یا Do you have the time? Do you have the time? ساعت چند بجه است؟ خب حالا یک چیز بسیار ارزشمند و شما به معرفی میگیریم که زیادترتان هم به او آشنایی دارین. ساعت. زمانی که میخواییم ساعت رو بگوییم، مثلا ساعت 12 بجه است، چی میگیم ما؟ It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. ساعت 12 فکس است. زمانی که 5 دقیقه از این قسمت سپری میشم میگیم It's 5 past 12. 5 دقیقه از 12 گذشته. یا زمانی که 10 دقیقه از 12 گذشته میباشم میگیم It's 10 past 12. 10 دقیقه از 12 گذشته. زمانی که ساعت 12 و 15 دقیقه میشم It's 15 minutes past 12. 15 دقیقه از 12 گذشته. که به طریقی دیگه هم میتونیم این قسمت بگیم It's quarter after 12 یا It's quarter past 12. هر دو طریقه درست است. میتونیم بر دو طریقه بگیم It's quarter after 12. 15 دقیقه از 12 گذشته یا It's past It's ببخشید quarter past 12. 15 دقیقه از 12 گذشته. و یا هم اگر ساعت 12 و 20 دقیقه میشم در زبان انگلیسی میگیم It's 20 minutes past 12. 20 دقیقه از 12 گذشتم. زمانی که به می شکل 25 دقیقه میگذره میگم It's 25 minutes past 12. 25 دقیقه از 12 گذشتم. حالا نوبت میرسه به این که اگر ساعت 12 و 30 دقیقه باشه چگونه میتونیم بیان کنیم. میگم It's half past 12. 30 دقیقه از 12 گذشتم. و یا هم گفته میتونیم It's half مثل پیشتر after 12. It's half after 12. 30 دقیقه از 12 گذشتم. یا ساعت 12 و 30 دقیقه است. زمانی که ساعت 12 و 35 دقیقه میشه میتونیم گفته It's 35 minutes past 12. 35 دقیقه از 12 گذشتم. زمانی که به می شکل ساعت 20 کم 1 میشه یا 12 و 40 دقیقه میشه میگم It's 40 minutes after 12 یا It's 40 minutes past 12. حالا نوبت میرسه به این که اگر ساعت 15 کم 1 باشه چگونه میتونیم بیان کنیم؟ میگم It's quarter to one. بیشتر 12 دقیقه ببخشید 15 دقیقه از 12 گذشته بود. میگفتیم It's quarter after 12. حالا 45 دقیقه گذشتم. یا 15 دقیقه به یک مانده. میگم It's quarter to one. 15 دقیقه به یک مانده. به می شکل زمانی که ساعت ما ده کم میباشم. ده کم یک یا 12 و 50 دقیقه. میگم It's 50 minutes past 12. 50 دقیقه از 12 گذشتم. و یا هم به طریقی دیگه هم میتونیم بیان کنیم It's 10 minutes to 1. 10 دقیقه و 1 مانده. زمانی که به می شکل 5 دقیقه مانده این باشه It's 5 minutes to 1. 5 دقیقه و 1 مانده. یا It's 55 minutes after 12. 55 دقیقه از 12 گذشتم. و زمانی که ساعت 1 بجه میشه این رو هم میگیم و میفهمیم که چی میگیم It's 1 o'clock. ساعت 1 فکس است. به این شکل بعضی از اوقات شاید شما با این سر خورده باشین که در ساعت ها AM و PM ببینین. مثلا It's 12 PM یا It's 12 AM. هدف از PM و AM چیست؟ AM یک کلمه لاتین Ante Meridiem. یک کلمه لاتین است که به معنای قبل از ظهر است. Ante Meridiem قبل از ظهر. و PM باز هم یک کلمه لاتین است Post Meridiem بعد از ظهر معنی میتم. خب امیدوار هستم که درس امروزی ما مورد پسند شما دوستان قرار گرفته شده باشم. بازم برای تماشای ویدیوهای بیشتر ما میتونید که صفحه ما رو لایک کنید و میتونید ویدیوهای ما رو با دوستای خود شریک سازید و همچنان میتونید که چینل یا کانال یوتیوب ما رو همچنان شما سابسکرایب کنید. منتظر لایک کامنت و شیر شما دوستان هستیم. اوقات خوش.
Bom, meu Deus.